ارجمند به بخش چهارم از برنامه های زنده امروز 30 ماه اوت سال 2018 ساعت 12:45 دقیقه به وقت غرب آمریکا میپردازیم. مرتب نظریات سروران ارجمند من وارد میشود. بهار افغان، پیر هرات، خواجه عبدالله انصاری هم گفته است: به بهشت و حور شنازم، مرا نظری ده که از هر نظر بهشتی سازم. برقرار باشید. جناب عبدالوحید احدزاده، درود به همه عزیزان و این حقیر فرستادند و در مورد موضوع تحیات و صلوات و طیبات سوال فرمودند که حتما در خدمتتون با کمال افتخار خواهم بود. درباره چشم بگشاک جلوه دلدار آقای علی راشد فرمودند که قصیده ای که مطلع آن را استاد خواندند یکی از قصاید مشهور و پرمحتوای عطار نیشابوری است که شامل 144 بیت است، که نمیخواهم عزیزان را با آوردن همه آن سرگیجه کنم. به احترام جناب استاد چند بیت آن را آوردم که بعد اینها را مرقوم فرمودم. من خوشبختانه با کمال افتخار دارم میبینم که این سایت ما و این فیسبوک کم کم داره تبدیل به یک کتابخانه با ارزش میشه که مطالب منظوم و منصور در اون در توافق جلوه نمایی میکنند و من بسیار از این ادیبان محترم سپاسگزاری میکنم و قدر مینهم به وقتی که میگذارند و میدانم که نتیجه سالها زحمت و ممارست است که چنین شده است. میشنیدم قبلا بچه بودم و اینها تعریف میکردند که آقا خان محلاتی به اصطلاح پیر فرقه اسماعیلیه در پاریس در یک باری یا رستورانی حالا یا آب میخورده یا غذا میخورده، هر کاری میکرده، با یک خانم بسیار خوشگلی در اونجا صرف غذا یا صرف نوشیدنی میکردند و یک فقیر پابرهنه‌ای که دیگه بالاخره از این مکان‌ها اینجور آدم ها میرن اونجا برای در یوزگی گدایی یا تهمانده غذایی رو بخورن یا از این حرفا، اونجا روی یک صفحه کاغذ معمولی یک گل میکشه که عکس این گل در داخل این گل عکس اون خانم بوده که با این آقا خان بوده و این عکس رو تقدیم میکنه به آقا خان که این رو تقدیم کنید به این خانمتون یا هر کسی که حالا هست. آقا خان ازش سوال میکنه که این چقدر میشه پولش، مثلا دستمزد میخوام به تو بدم. اونم فقیر بوده دیگه، بالاخره هر کسی یه فرانک بهش میداده یا نیم فرانک بهش میداده، یه چیزی بهش میدادن دیگه. میگه 1,000,000 فرانک میشه. آقا خان خندش میگیره و میگه که تو چقدر صبر کردی، وقت صرف کردی که 1,000,000 از من میخوای؟ حالا 1,000,000 شوخیه، ولی 1,000,000 رو برای چی میخوای؟ با کدوم منطق شما این پول از من میخوای که من پول دارم تو نداری؟ اینطوره. میگه نه نه، شما اگر که حساب بکنید که من چند سال زحمت کشیدم
و چند سال تمرین کردم، چند هزار ساعت من تمرین کردم تا حالا میتونم یک همچین گلی رو بکشم، اون وقت میدیدی که 1,000,000 فرانک پول زیادی برای این کار من نیست. و بعد داستان ادامه داره اینا که میگذریم از اونهاش. وقتی که من به این آثار این افراد نگاه میکنم، چون خودم هم کم و بیش دود شراب خوردم، متوجه میشم که اینها چه ممارستی و چه وقتی صرف کردن. و این افراد باید عاشق باشند که این کارها را انجام بدن، باید عاشق خالق این موضوعات باشند، بایستی که وقتی که اشاره می کند و اینها اشارات رو سالها زحمت می کشند و به دست می آورند، باید عاشق اون مشار باشند که به دنبال آثار اشارات بوده باشند. و من همه اینها رو قدر می نهم و منت همه این دوستان رو میپذیرم و حضورشون رو گرامی میدارم. برای من نهایت افتخاری که با شما همسخن و با شما در یک صفحه باشم. امیدوارم که لطف شما به من و سایر دوستانتون مستدام و مستمر باشه. آقای ابتهی امروز جاشون خیلی خالی هست و به پزشک میبایستیم، برای معاینات عمومی به پزشک مراجعه میکردن و قبلا هم عذرخواهی کردن برای این کار، ولی مطمئنم که وقتی چون این برنامه ها روی فیسبوک بلافاصله ضبط میشه و تو مرتبه قابل دسترسی است، حتما وقتی که میبینن بسیار خوشحال خواهند شد و ایشان هم حتما به سهم خودشون مشارکت خواهند کرد. قبلا هم 4 یا 5 مقاله بسیار بسیار مقالات مستند و علمی و سودمندی تهیه کردند که اونها رو با یک مقداری ویراستکاری ظاهری از نظر تزیینی قشنگترش بکنیم، شکل لغات و یعنی شکل فرمندی جملات رو که عربی و فارسی رو جدا بکنیم و فاصله بدیم و این کارها رو میکنیم و بعد در همین فیسبوک به استحضار شما میرسانیم. قبل از تنفس به آیه شماره 105 مراجعه کردیم و اون آیه میگوید که وَكَذَلِكَ و این چنین نصان ریفو تصریف میکنیم، ما چنین ما هم تجزیه میکنیم هم تحلیل میکنیم، یعنی هم در جزئیات هم در طبقات در واقع هم شرح کافی میدهیم، هم در سطوح و طبقات مختلف این مطالب رو برای شما تشریح میکنیم. این آیات رو که شامل نشانه های ما، علامات ما، اشارات ما و نهایتاً وحی که به شما به رسول اکرم شده است، به وسیله وحی و به وسیله تشریح و تنوع مطالب رو به شما می آموزیم و آموزش وحیانی می دهیم در واقع. وَلِيَقُولُ که در مقابل کسانی که ممکن است بگویند، ما به این علت این طور تعلیم می دهیم، در مقابل کسانی که ممکن است بگویند که درسته، که این طور درس گرفتی، یعنی از مردم درس گرفتی نه از وحی، یعنی تعلم تو تعلم انسانی است نه تعلم از وحی و آیات الهی. برای اینکه اون رو رد بکنیم، اون اتهام رو رد بکنیم، مطالب رو این چنین بیان میکنیم. ولی نبینه، و ما اون رو تبیین میکنیم، ما هم بیان میکنیم، بیان هم به معنای روشنگری هم به معنای استدلال هست که ما هم با منطق و استدلال این مطالب رو روشن و مفهوم و قابل درک میکنیم. لقوم،
برای قومی که یعلمون چه چیز رو میدانند، همان وسیله ای رو که تشکر میکنم اتاق فرما، همان وسیله ای رو که ما به اون وسیله متوسل میشیم برای آموزش یک موضوع، ما به اون بیان، به اون استدلال، به اون تجربه، به اون منطق، به اون سابقه که اشاره میکنیم، برای هر طبقه ای در تنوع بیان میکنیم که هر کسی در یکی از این طبقات دریافت کننده مطالب بوده باشد. در آیه 106 از آنچه از پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن، هیچ معبودی جز او نیست و از مشرکان رویگردان باش. در اینجا سه حکم صادر می شود در این آیه کوتاه. یکی این که خط اطاعت انسان رو روشن می کند که تو از چه کسی باید اطاعت بکنی، به کی، به پیامبر می گوید. پیامبر در مقام محمدی بشریست مثل من و شما، به او حکم که می شود، حکم رو یک امین وحی دریافت می کند که نام او رسول است، نام او نبی است، ولی شغل او امین وحی است، وحی رو دریافت می کند با امانت، بدون اینکه تغییر بدهد تحویل می دهد به جامعه، تغییر نمی دهد، وحی رو تحویل می دهد، دریافت می کند، امانت می کند، حفظ می کند، تحویل می دهد، تلاوت می کند، ابلاغ می کند. به این می گوید وحی. حالا بر می گرده با محمد سخن می گوید در بیان اطاعت از این امر خدا، چون محمد اولین کسی است که در تمام این آیات، اولین کسی است که تسلیم این آیات می شود و یعنی آیاتی که دریافت میکنه برای مردم نیست، روزخان نیست محمد، آیاتی رو که مأموره، آیاتی رو که دریافت میکنه اول خودش باید اطاعت بکنه، بعد هم به دیگران بگوید که اطاعت بکن. خودش مبرا و مستثنا نیست که بگم من که خوب دریافت کنندم برای مردم میگم، مردم خیرات کنید. خود شما چی؟ ما که خیرات نمیتونیم بکنیم که، ما دستور میگیریم و میدیم. نه، میگه خود شما هر دستوری که در قرآن آمده، اول دفعه خودتو باید مسلمان باشی، تسلیم اون دستور باش. یکی از دستوراتی که به او میدهد میگوید جز از وحی، از هیچ چیز دیگر اطاعت نکن. خب این دستور رو به کی میده؟ الان این دستور رو که به رسول اکرم داد، هم خودش باید اطاعت بکنه، هم به مردم ابلاغ بکنه که مردم اطاعت بکنن. از چی اطاعت بکنن؟ از وحی اطاعت بکنن انحصارن، جز از وحی از هیچ چیز دیگری اطاعت نکنن. آیا این شامل پیامبر میشه یا نمیشه؟ حتما میشه، آیه قرآن هست بهش گفته باید اطاعت بکنی. تو فقط این نیستی که پیام دریافت کنی و پیام پرداخت کنی، مسلمان هم هستی، تسلیم این باش، تسلیم این وحی باش. امر به او شده است، امر به مردم هم شده است از طریق ابلاغ. چرا؟ مردم جز از وحی از چیز دیگری اطاعت نکنید. حالا آیا کلام محمد، نه کلام وحی، چیز دیگر هست یا نیست؟ اگر به فرض محال که وجود ندارد، اگر به فرض محال سنت محمدی هم وجود داشته باشد، آیا این دستور قرآن منافات پیدا نمی کند که از محمد و سنت فرد، سنت بشر انسان اطاعت کند؟ از سنت بشر انسان اطاعت بکند؟ خب این که قرآن سراسرش خلافگویی می شود که
قرآن که دیگه از این زد و نقیز بیشتر نمیشه در قرآن پیدا کرد. تمام این کتاب یک جا فرو میریزه و بی اعتبار میشه. ترسی هم از این موضوع نداشته باشید اگر چنین امری باشه. بنابراین وقتی که به او میگوید که بگو به مردم، خودتو هم اطاعت بکن، که جز از وحی من از هیچ چیز دیگری اطاعت نکنید. چیز دیگر شامل حرفهای خود محمد هم میشود یا نمیشود؟ چیز دیگر شامل سنتی، هر شخصی یه سنتی داره برای خودش، یه روشی داره برای خودش. آیا سنت این بشر، بشر محمد، مشمول این قانون می شود؟ حتما می شود. بنابراین در این قانون هم به محمد می گوید که از بشر اطاعت نکن و هم به من و شما می گوید که از هر بشری من جمله این بشر محمد اطاعت نکن. هیچ کس از هیچ کس اطاعت نمی کنه جز از وحی خدا در راه خدا. همه از خدا اطاعت می کنن من جمله محمد، و همین سنت محمد است، چون او پایه گذاری میکنه. سنت به یک روشی است که یک کسی شروع میکنه. قبل از محمد هیچ کس این روش رو نداشته. قرآن هم میگه تو اول باش، سنت ساز باش. چه سنتی؟ سنت اطاعت از خدا. هزار بار گفته شده. آنچه که از پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن، هیچ معبودی جز او نیست و از مشرکان روی گردان باش. همه شما اگر عابد بشوید، یکی از دستورات خدا چیست؟ عابد بشوید. حالا باید دنبال معبود بگردیم ببینیم چند تا معبود وجود داره. میگه در عالم هستی، نه فقط در دین اسلام یا در دین غیر اسلام یا در فلان مذهب یا در فلان سنت، در جهان هستی، در عالم، در عالم یک معبود بیشتر وجود ندارد. بنابراین اگر شما میخواهید که عابد باشید، عابد واقعی باشید، عابد توحیدی باشید، بی تردید همه موحدین جهان، همه موحدین جهان عابد هستند، چون همه این موحدین جهان به یک معبود واحد عبادت میکنند. همه انوار، همه این پرتوها، همه این نورها، اشعه نور به خورشید برمیگردد اگر نور باشد. جز این مرکز و مبدأ برای نور چیز دیگری در این عالم خاکی و تنظومه شمسی وجود ندارد. بر این اساس قرآن میگوید که توحید برای بشر روی خاک، روی زمین وحدت معبود است. یعنی شما احدیت خدا رو در عالم مجرد بر اساس وحدانیت معبود در عالم خاک میبینید، که همه آدم ها اگر موحد باشند به یک معبود عبادت میکنند. و این نشان میده که اصلا موضوع تفکیک دین، تنوع دین، تفاوت دین یک امر محال و غیر ممکن است. وقتی که موحد قائل به توحید یک معبود دارد و همه این افراد دستور دارند که عابد این معبود باشند و به این معبود عبادت کنند، یعنی جامعه موحد عبادت کنندگانی هستند که عبادت اونها متوجه یک معبود واحده. آیا شما در این جامعه‌ای که قرآن داره میسازه میبره بالا تفاوت و اختلافی میبینید؟ جنگی میبینید؟ نزاعی میبینید؟ جنگ دین و مذهب میبینید؟ من اینجوری نماز میخونم و تو اونطوری نماز میخونی، تو کی دولا میشی، من کی راست میشم؟ این شوخی ها آیا وجود داره در این آیه قرآن که میگوید یک معبود واحد در جهان هستی بیشتر نیست؟ تو میخوای عابد باشی یا میخوای نباشی؟ اگه میخوای نباشی که اصلا دین نداری، موحد نیستی، اما اگر عابد هستی و موحد هستی
نمیتوانی جز این معبود واحد معبود دیگری. بنابراین همه ما که معبود واحد داریم و همه ما داریم به این معبود عبادت میکنیم، همه ما که هم سفر هستیم و به یک مقصد خاص در حال سفر هستیم، چه تفاوت راهی با هم داریم؟ چه اختلاف مسیری با هم داریم؟ خب ببینید که معلمین گمراه کنندهی که ما در طول تاریخ داشتیم چه بلایی سر ما آوردند و ما رو به چه منجلابی از گمراهی ساقط کردند. پس اولا در مورد وحی، همه کسانی که موحد هستند از وحی یک خدا دریافت وحی می کنند و به وحی یک خدا سر می سپارند و اطاعت و عبادت می کنند و همه این عبادت ها از سوی یک معبود امر شده و همه این وحی ها و آیات از سوی یک معبود وحی شده و فرستاده شده و نازل شده. و میگوید که از کسانی که خلاف توحید باور دارند، که در برنامه های دیگه گفته شده که ضرر و زیان شرک چیست از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر امنیتی، از نظر عدالتی، همه اینها رو گفتیم. میگه تو نگفته این مشرکین رو بکش، راجع به مشرکین عقیدتی صحبت میکنه، کسانی که شما میفهمی اینا مشرکن، فقط محلشون نگذار، برو دنبال کار خودت، برو دنبال کار مثبت. نگفته سر این مشرک رو ببر، نگفته سر این کافر رو ببر. چرا؟ کافر عقیدتی، جنگ هم نیست اینجا الان، تبلیغات منفیه. میگه گوش به تبلیغات منفیش نده، نگفته سرش رو ببر که دیگه حرف نزنه. آیه 106 اتاق فرمان به این ترتیب بیان میکند که اتبیع، تبعیت کن ما از آنچه اوحیه وحی شده است الیک به تو، من از ربک رب تو، لا نیست اله معبودی الا مگر هو الله، و اعرض و روگردان باش عنی از المشرکی، کسانی که شرک می‌ورزند به این معبود. چند تا معبود دارند، یک معبود در کنار این معبود دارند، از اونها روگردان باش. با عبادت کنندگانی که به این معبود عبادت می کنند هم عبادت باش، با مشرکین هم عبادت نباش و پشت بکن از اونا، ولشون کن، ترکشون کن اصلا. و بعد درباره فلسفه وجودی مشرک و موحد قرآن سخن می گوید در آیه 107 و می گوید اگر خدا می خواست، اگر خدا می خواست آنان شرک نمی آوردند و ما تو را برایشان نگهبان نکردیم و تو وکیل آنان نیستی. شاید اگر که من مورد سؤال قرار بگیرم خواهم گفت که این آیه مهمترین آیه قرآن در ارتباط با شناخت روابط حقوقی و وظائف دینی. دو امری رو در اینجا ما، یکی موضوع حق و مسئولیت بین مردم، یعنی رابطه حقوقی من با جامعه چیست، یعنی حق و مسئولیت که وسیله تعامل جامعه است دیگه، بشر هم موجود اجتماعی است، حق و مسئولیت چگونه در تعامل قرار میگیره در جامعه بشری. در مورد حق و مسئولیت که ابزار در واقع تعامل ماست با هم در یک سو و در رابطه‌ای که با خدا داریم،
یعنی ما راجع به دو محور سخن میگوییم. یک محوری است که آدم ها با هم در حال ارتباط هستند، یک محوری هم هست که آدم ها با خدا در ارتباط هستند. کارهای عبادی ما میکنیم، البته تأثیر کارهای عبادی رو کارهای دنیایی ماست. اصلا به همین منظور هست که ما عبادت میکنیم. عبادت میکنیم که اطاعت کنیم و اطاعت میکنیم که فرمانهای خدا رو که در آسمان است روی زمین بیاریم و روی زمین اجرا بکنیم. بنابراین عبادت انعکاس میده خودش رو و منعکس میکنه آثار عبادت و اطاعت رو در تعاملات مردم روی خاک، روی این کره زمین، که ما بر اثر تعالیم و بر اثر آموزش و بر اثر ارتقاء مقام و فکر و معنویتی که در عبادت پیدا می کنیم، اون برداشت های توحیدی رو از اون معبود واحد دریافت می کنیم، اون هدایت ها رو دریافت می کنیم، در تعاملاتمون منعکس می کنیم و باور ما و ارزیابی ما و ارزش های ما در عبادت متجلی میشه و منعکس میشه در اعمال و آراء ما در زندگی بشری. و در زندگی بشری ما با حق و مسئولیت با هم کار میکنیم و جامعه سیاسی و اقتصادی رو بنا میکنیم. بنابراین ما اگر در تأثیر عبادت واحد باشیم، اون تأثیر در ما ارزش های نسبتاً واحد ایجاد میکنه، نسبتاً واحد، چون بشر متفاوت فکر میکنه. اما در اصل ما با ارزش های برابر با هم کار میکنیم. این ارزش های برابر در نمایندگی، در توکیل، در شورا تبدیل به قانون میشه که اون یک بحث دیگری است. اما ما در عبادت اثر گذاشته میشه، این عبادت در تعاملات اجتماعی ما. و قرآن میگوید که کسانی که شرک میورزند، یعنی در این عبادت با تو همکار نیستن، تو از یک معبود خاص فرمان دریافت میکنی، ارزشها رو دریافت میکنی و در زندگی به کار میبندی، اینها با یک شریکی که برای این معبود ساختند و اون یک نوع دیگری حرف میزنه، این معبود یک نوع دیگری، اختلاف از همون شرک به بالا برمیاد، یک عده‌ای هستن اونطور هستن و چون چند خدایی هستن، هر خدای یه فرمان میده، نتیجتاً در عمل و در عقیده با تو متفاوتن. میگوید که رابطه تو رو، رابطه محمد رو، همینطور رابطه جمع جمعی مسلمین و عابدین رو به بزرگترین موضوع حیات بشر در این آیه اشاره میکنه، که رابطه تو، رابطه تو با جامعه مشرک، با جامعه دگراندیش، با جامعه کافر چگونه است. نه مثل تو فکر میکنه، کفر میورزه، دروغ میگه، تکذیب میکنه، مشرکم هست. تو نسبت به این باید چه بکنی؟ چند تا از اینها رو باید گردن بزنی؟ چند تا رو باید بکشی؟ برای کسانی که این ادعاها رو دارن، ببینید اینجا در میدان جنگ نیست. چون در میدان جنگ نیست، در میدان جنگ عقیدتیه. ببینیم قرآن در مورد جنگ عقیدتی در مورد اینها چی میگه. میگه اینها رو بکش، دست و پاشون رو ببند. میگوید که به این حقیقت توجه داشته باش که اگر قانون خدا شامل میشد، اینها انقدر از اختیاراتشون سوء استفاده کردن و انقدر به صورت اختیاری کارهای اشتباه کردن که به جبر شرک رسیدن. اون کارهایی که کردن یک معلولی داره، علتهای اینها یک معلولی داره. در واقع شرک رو یک امر اکتسابی قرآن تلقی میکنه، میگه اینها مشمول قانون شرک هستند، اینایی که مشرک هستند. حالا باید چه بکنی؟ اینا رو تعلیم بدی؟ تو سرشون بزنی؟ چه کار باید با اینا بکنی؟ سرشون رو ببری؟ نه، میگوید که ما تو را بر ایشان وکیل قرار ندادیم. یعنی تو نه کارگزار اینها هستی، نه نماینده اینها هستی، نه صاحب اختیار اینها هستی، نه اجازه داری به اینها دستور بدی، نه اجازه داری برای اینها محدودیت فراهم بکنی،
نه اجازه داری به اینها حکومت بکنی، نه اجازه داری برای اینها تعیین تکلیف بکنی. رها کن این مشرکین رو. به کی میگه خدا؟ به پیامبر. میگه اینها یک غلط هایی کردن، یک اشتباهاتی کردن، هر چی خوردن، هر کاری کردن، به این روز افتادن. طبق قانون من به این روز افتادن، مشرک شدن. تو به کار اینها فضولی نکن، تو به کار اینها دخالت نکن. هر چی کردن برای خودشون کردن. تو وکیل اینها نیستی، تو حاکم اینها نیستی، تو نماینده اینها نیستی. تو به اعمال و رفتاری که این مشرکین انجام میدن فضولی نکن تا زمانی که در میدان جنگ قرار نداری. الان جنگی نیست، اختلاف عقیده است. هر کاری میخوان بکنن به تو مربوط نیست. به این آیه قرآن فکر کنید، به این امر صریح خدا به پیامبرش فکر بکنید و دینتون رو بازشناسی بکنید. ما به لحظات پایانی 4 ساعت اول برنامه زنده امروز میرسیم. ساعت 1:15، 1:20 بعد از ظهر است. 15 دقیقه دیگه ما باز میگردیم یا شاید هم کمتر و به این خدمت ادامه میدهیم. همه شما عزیزانی که مجبور هستید یک بار دیگر به فیسبوک بازگردید، چون برنامه های زنده بیشتر 4 ساعت ادامه نداره، 2-3 دقیقه طول میکشه این کار، ولی ما یک آبی هم بخوریم و نفسی بکشیم بازگردیم و به این کار ادامه بدهیم. میزبان همه شما خواهم بود، شما هم میزبان من باشید، میهمان من باشید. بازگردید و در مکتب قرآن و در محفل قرآن شیرین کام باشیم همه ما. خدا نگهدار شما تا دقایق دیگر.